سلام و خوش اومدیم یک ویدیوی جدید. امروز میخواییم به همدیگه بریم یاد بگیریم که چجوری میتونیم کورنل هامونو تبدیل به گل کنیم که خیلی درخواستاش زیاد بود و ببینیم که چجوری میتونیم از کورنل هایی که به دست میاریم بهترین نتیجه رو بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، اما قبل از دیدن ویدیو حتما لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. برای اینکه بتونیم کورنل هامونو تبدیل به گل کنیم باید ببینیم از کدوم سمت میخوایم کورنل بزنیم. مثلا باید ببینیم که از سمت راست داریم کورنل میزنیم یا داریم از سمت چپ کورنل میزنیم. اگه داریم از سمت راست کورنل میزنیم باید بازیکنی رو انتخاب کنیم که پای تخصصیش پای چپش باشه. باید بازیکنایی مثل دیمانیا یا دیبالا رو انتخاب کنیم که پای تخصصیشون پای چپشونه. اما اگه داریم از سمت چپ کورنل میزنیم باید بازیکنایی رو انتخاب کنیم که پای تخصصیشون پای راستشونه، مثل برونو فرناندز یا دیبروینه. اما توجه کنید که اولویت با اینه که قدرت و دقت بازیکنتون چقدره. مثلا شما اگه دارین از سمت راست کورنل میزنید، خب من بهتون گفتم بازیکن چپ رو انتخاب کنید. اگه بازیکن چپایی نداشتین که قدرت کورنل زدنش بالای 80 باشه، اینجا مجبورین بازیکنی رو انتخاب کنید که قدرت کورنل زدنش بالاتر از هم است، مثل دیبروینه که من الان انتخابش کردم. قدم بعدیمون اینه که بازیکنایی که قدرت هد زیادتری رو دارن رو توی کورنل اضافه کنیم. حالا چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ شما باید بیاین توی گیم پلن و اونجا پلیر ستینگ رو انتخاب کنید و بیاین آخرین گزینه پلیر تو جوین اتاک رو انتخاب کنید. اینجا میتونید سه تا از بازیکنایی که قدرت هد بیشتری دارن رو انتخاب کنید و دقت کنید فقط بازیکنایی رو انتخاب کنید که قدرت هدشون بالای 80 و فقط هم بازیکنایی رو انتخاب کنید که توی خط میانی و توی خط دفاعتون هستن. برای این میگم بازیکنای خط میانی و دفاعتون رو اضافه کنید، چون بازیکنای مهاجمتون توی کورنر زدن اصلا جلو هستن، نیاز نیست به اضافه کردنشون. حالا بعد از انتخاب بازیکن مناسبتون باید دوربین رو بچرخونید به سمت بازیکن حریف و اگر پشت بازیکن حریف خالی بودش، شما دایره رو تا آخر پر میکنید و آنالوگ سمت چپ رو به سمت بالا میبرید و توجه کنید که قبل از اینکه توپ به بازیکنتون برسه، شما باید مربع رو به اندازه کافی پر کرده باشید. اما این نحوه ساده کورنر زدن بود. اگه حریف بیاد به صورت ستایی و چهارتایی به صورت خطی جلوی دروازه خودشو بگیره، اون موقع باید چیکار کنیم؟ اون موقع شما باید همون کار انتخاب بازیکن و اینا رو انجام بدین، فقط توی نحوه کورنر زدنتون یه ذره تغییر ایجاد میشه. حتما اینجا رو دقت کنید و به دسته مجازی نگاه کنید. اگه دارین با آنالوگ بازی میکنید، جهت سمت چپتون رو میزنید و یه منو اون سمت چپ واسهتون باز میشه و 6 یارد باکس رو انتخاب میکنید که میشه جهت پایینتون. اما اگه دارین با جهت بازی میکنید، باید همین کار رو با آنالوگتون انجام بدین. بعد از اینکه این کارو کردین، میبینید که بازیکناتون حرکت میکنن به سمت محوطه 6 قدم دروازه و بین بازیکنهای حریف وای میسن. حالا اینجا کافیه که دوباره شما دوربین رو ببرید به سمت بازیکن حریف، دایره رو پر کنید و آنالوگ سمت چپتون رو به سمت بالا ببرید و بعد از این کار هم دوباره به اندازه کافی مربع رو پر کنید و جهت بدید. اما خب طبیعی شما نتونید یه سری از مواقع از این کورنر نتیجه بگیرید، اما این رو بدونید که بهترین نحوه کورنر زدن توی PS همینه و شما از این کورنر زدن اگه توش حرفه‌ای بشین میتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک ویدیو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژیه. حتما اگه نظر یا پیشنهادی دارین واسه ویدیوهای بعدی توی کامنت بنویسید. اگه درخواستا زیاد باشه مثل همین ویدیو، ویدیوشو میسازم و میذارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و به کارتون بیاد. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.